رصد و بازنگری توطئه‌های از پیش طراحی شده علیه سلسله گنابادی و قطب جلیل القدر حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. در این مجموعه 22 قسمتی به رصد و بازنگری توطئه‌های پرداخته ایم که دشمنان قسم خورده فقر و درویشی از طریق آن به دنبال برچیدن عرفان و تصوف از سرزمین ایران مهد معنویت و انسانیت هستند. در پایان این مجموعه چندین برنامه به صورت تجزیه و تحلیل ارائه خواهد شد تا خردمندان و اندیش ورزان با مشاهده آن به عمق توطئه‌ها و دشمنی‌های معاندین عرفان و تصوف و مکتب فقر و درویشی پی برده تا با حفظ عنصر اتحاد، وحدت و همدلی همچون بنیان مرسوس در صدد دفع و رفع آن برآمده تا علم راستین حق و حقیقت را بر فراز قله های معنویت استوار نمایند. دوستان عزیز سلام و درود، در نظر داریم که در این مجموعه برنامه ها توجه شما را به برخی از پست های منتشر شده بر روی صفحه تلگرام خبرگزاری صوفیه که به موازات سایت فرق نیوز با مرکزیت اداره فرق و ادیان و اداره حق پژوهی در استان خراسان رضوی فعالیت میکنن علیه سلاسل فقر و درویشی در ایران جلب بکنیم. همونطور که میبینید در اولین پستی که اینها منتشر کردن تصویری از برگزاری یک جشن تولد خانگی و خصوصی از جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه رو نشون میدن و در مقابل در صدد هستن که در واقع با تصویر کشیدن چنین عکس‌هایی نشون بدن که بزرگان سلسله اقطاب به دلیل سالخوردگی و سن بالاشون در حال برگزاری جشن و خوشگذرانی هستن. همونجور که میبینین اینها از کلمه جشن و پایکوبی استفاده کردن و در مقابل برخی از مأذونین و مجازین با سفر به شهرهای مختلف در صدد رتق و فتح امور هستند. یکی دیگر از پست هایی که اینها منتشر کردن در واقع حملات خیلی سازمان یافته شده علیه فعالین و وکلای حقوق دراویش هستش که از جمله اینجا میبینید که حملاتی رو با آقای مصطفی دانشجو داشتن. استفاده گزینشی از فرمایشات مشایخ و بزرگان سلسله که دیگر از در واقع دسیسه هایی هستش که به شدت اینها ازش سوء استفاده می کنن. همونطور که متوجه هستین و می بینید در دیدگاه اشخاصی که گرداننده این قبیل میکرو رسانه ها هستن درویشی جرم نیست بلکه یک انحرافه. یکی دیگر از بخش هایی که در واقع اینها به شدت نسبت به اون فعال هستن که خودشون اسمشون میذارن آشنایی با فرق و جریان های تصوف در به ویژه در کشور، در واقع انتشار پست های اینچنینی هستش که میبینین به صورت خیلی هماهنگ و با وارد شدن در جزئیات در واقع چگونه به رصد فرق تصوف میپردازن در ایران. در اینجا پستی رو منتشر کردن و سماع صوفیانه رو مورد نقد قرار دادن و باز هم استفاده گزینشی از فرمایشات بزرگان و مشایخ و مأذونین سلسله هستش. همونطور که میبینید در این پست با در واقع یه عکس دو تا چشم رو گذاشتن و این نشون میده که عوامل نفوذی و منافقشون با حضور در مجالس درویشی در واقع گزارش‌های خیلی جامع و مبسوط و مفصلی رو به این قبیل نهادها در واقع ارائه میدن. این خبرگزاری پست‌های بسیار گسترده‌ای رو در واقع علیه فعالیت‌های بخش‌های رسانه‌ای و خبری دراویش گنابادی منتشر می‌کنه و همونطور که میبینید از مجموعه خبری و پایگاه مستقل خبری فرهنگی دراویش گنابادی در داخل کشور به عنوان مجذوبان نور با عنوان گروهک سیاسی مجذوبان نام میبره. یعنی پیش از اون که
حملات سازمان یافتش رو علیه میذوبان نور آغاز بکنه، سعی میکنه که در واقع فعالیت های این مجموعه خبری رو به گروهک های تروریستی نظیر مجاهدین خلق، البته به گفته اونها، نسبت بده. در اینجا باز استفاده گزینشی از فرمایشات بزرگان اینجا هستش که تقریبا از چند پست آن طرفتر متوجه میشیم که اینها با توطئه های برنامه ریزی شده در صدد هستند تا جریان ریستارت با در واقع که منصوب به آقای حسینی هستش، یکی از شومن های خارج کشور رو به در واقع به جریان درویشی متصل بکنند. اینجا باز هم استفاده به دنبال در واقع بخشی از سخنرانی آقای مردانی رفتن که گویا در مورد با آتش کشیده شدن یک مسجد در شهر کوار اظهار نظریشون داشتن، که البته ما دعوت میکنیم از شما رو که این پست‌ها رو تک به تک مورد بررسی قرار بدیم. در اینجا میبینیم که در این پست آتش کشیده شدن یک مسجد در شهر کوار رو کاملا به جریان مجذوبان نور و برخی از فقرهای سلسله نعمت اللهی گنابادی منصوب کردن تا به این ترتیب بتونن توطئه های خودشون رو سازماندهی بکنن. در اینجا میبینید که از مجذوبان نور به عنوان گروهک سیاسی مجذوبان نام برده شده و در واقع خواستن این تصور رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنن که در واقع بزرگ و قطب این جریان فکری در واقع شخصی نیست جز آقای حسینی. در اینجا میبینید که تصویری از مسجد با آتش کشیده شده رو داره نشون میده که نخستین کامنت هایی که با عنوان ناتوانی و سالخوردگی قطب و شیوخ فرقه گنابادی باعث میشه که برای اولین بار در تاریخ تصوف در زمان حیات بزرگان فرقه قطب جدیدی ظهور کنه رو میبینید که نظیر این پست ها بسیار و به کرات دیده میشه. در اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک تصویری رو از دو تن از اقطاب پیشین، حضرت آقای صالح علی شاه و حضرت آقای رضا علی شاه نشون میدن که در حال بازدید یک از مساجد هستند و در مقابل با نسبت دادن آتش سوزی مسجد کبار به مجذوبان نور در صدد هستند که دو چهره کاملا متفاوت رو از جامعه فقر و درویشی به ویژه درویش گنابادی در اذهان مخاطب ایجاد بکنن. همونطور که میبینید آغاز حملات لجام گستیخته برای ایجاد تفرقه و دودستگی در میان درویش با ایجاد یک چنین پست‌های نظیر گروهک سیاسی مجذوبان کوار درویش نیستن مجرم هستند رو آغاز بکنن. وقتی جلوتر میریم در صدد برمیان تا در واقع پست هایی رو منتشر بکنن و برخی از مسائل ضد اخلاقی رو به فقرهای سلسله نسبت بدن. در اینجا باز پستی رو منتشر کردن برای معرفی در واقع یکی دیگر از سلاسل فقر در ایران به عنوان سلسله نوربخشی. اینجا در واقع یه فایل صوتی از تماس تلفنی آقای کاظم دهخان که به گفته اونها از اعضای مجذوبان نور هستش با معاون فرماندار کوار رو منتشر کردن. اینجا به گفته خودشون دوباره موضوع خمس و زکات و سیبیل گذاشتن دراویش و اینا رو مورد تخته قرار دادن. پست دیگری رو از فرمایشات جناب آقای مردانی میبینیم که سعی کردن باز استفاده ابزاری از انتشار اون داشته باشن. همونطور که میبینید بسیاری از موارد تکرار مکرراته. اینجا خواستن بگن که در ازای افشاگری هایی که علیه سلسله و به ویژه مجذوبان میکنن در واقع ادمین این خبرگزاری تهدید به قتل شده. در اینجا تصویری یا
منتشر کردن که بگن در واقع ادمین این رسانه اینقدر مهم هستش که تهدید به قتل شده. در اینجا مشخصه که اینا به صورت میدانی فعالیت فرق و سلاسل فقر رو در ایران مورد رصد قرار میدن و همینطور که میبینید در واقع این مشخصه که عوامل نفوذیشون در تشکیلات صحویه در شیراز و دسفول در واقع از تیرس رصد اینها مخفی نمونده. در اینجا تصویری رو از مراسم بزرگ داشته در گذشته همسر شیخ جلیل القدر سلسله جناب آقای مردانی با حضور قطب و بزرگ طریقت جناب آقای میزوب علی شاه رو نشون میده. یکی از مهمترین مسائلی که به شدت در واقع اینها رو وحشت زده میکنه فعالیت های اقتصادی فقرا هستشون. در واقع اینها با فرافکنی نسبت به موضوع خمس و زکات و که در واقع در مکتب درویشی با عنوان عشریه جای خودش رو پیدا کرده، اینها به شدت درویش رو از این ناحیه مورد در واقع اتهام قرار میدن. بر همین به دنبال فعالیت‌های اقتصادی فقرای سلسله گنابادی رفتن و بعدها در همین پست‌ها می‌بینید که چجوری مردم رو دعوت می‌کنن که علیه فقرا در واقع افشاگری بکنن، اگر جای یک فعالیت اقتصادی هستش اون رو در واقع اطلاع رسانی بکنن، تا اینکه نظیر دیگر تنوع‌های عقیدتی در ایران به اونها برخورد بشه. اینجا همونطور که می‌بینید در صدد هستن که بگن این دامداران یک محصول در واقع لبنی هستش که کسی که گرداننده این در واقع کارخونه هستش از منتسبین و از فقرای سلسله گنابادی هستش. در اینجا یک پستی رو از فرمایشات شیخ بزرگوار آقای محجوبی منتشر کردن. در اینجا حملاتی دوباره به سایت میزوبان نور داشتن. اینجا در مورد فرقه احمدیه صبح پستی رو منتشر کردن. همونطور که میبینید در این پست در واقع به دنبال در شهرهای مختلف مردم رو دعوت میکنن که هر جا برای یک فعالیت اقتصادی برای سربرگ نامه ای جایی از واژه 121 که منتسب به فقرای سلسله جلیله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی هستش رو میبینن اینو گزارش بدن. همینطور که میبینی در این پست اومدن این رو در واقع این که از علامت 121 در مهمان سرای ارگ مشهد استفاده شده در واقع این تصویر رو منتشر کردن و پشتش ارتباط با مدیریت رو مطرح کردن که اگر شما در شهرها و یا محل سکونت خودتون چون این مطالبی رو میبینید میتونین گزارش بدین. حالا بعدها میبینید که در پستهایی با انتشار پستهای اینچنینی در واقع به میزان اون خبری که در واقع خبرچینی که افراد نسبت به دراویش سلسله گنابادی در ارتباط با این پایگاه معاند تصوف میکنن در واقع در تشویق به پرداخت یک مبلغی هم میشن. در اینجا استفاده گزینشی میکنه از یکی از سخنرانی های آقای علی خامنه ای در ارتباط با تشیع انگلیسی و امریکایی. اینجا در واقع تحقیقی رو کردن در مورد فرقه اویسی که اون رو منتشر کردن. همونطور که میبینید اینها به شدت با هر گونه فعالیتی که به صورت در واقع همدلی و همراهی مردم باشه مسئله و مشکل دارن.
و باز هم به دنبال به سراغ استفاده گزینشی از فرمایش بزرگان رفتن. در اینجا پستی رو منتشر کردن از یک بیانیه که منصوب به حضرت آقای مجذوب علیشاه دکتر نورعلی تابنده هستش که اینجور که اونها نوشتن تذکری به مجذوبان نور هستش در ارتباط با رخدادهایی که در شهر کبار به وقوع پیوسته.